همیهنان آزاده و شجاع در سراسر جهان، سلام بر شما. در برنامه قیام ایران در آینه رسانه‌های جهان در خدمت شما هستیم. رسانه‌های خارجی به خصوص رسانه‌های منطقه‌ای از آغاز قیام مردم ایران توجه ویژه‌ای به اون و مواضع مقاومت ایران داشتند. در برنامه امروز به برخی از این نمونه‌ها می‌پردازیم. در صدر این نمونه‌ها باید از انعکاس پیام‌های رئیس جمهور برگزیده مقاومت یاد بکنیم. از گزارش فاکس نیوز شروع میکنیم که هین گفتگو با جان بولتون به مواضع خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران اشاره کرد. اریکشان میگه شما همینک به شورای ملی مقاومت اشاره کردید، گروهی که شما در گرد همایی سالانه آنها در پاریس شرکت میکنید و من با رهبر آنها مریم رجوی مصاحبه کردم. او در اساس خواستار قطع رابطه کشورهایی که با رژیم ایران رابطه دارند و نیز معاملات سیستم بانکی بین المللی است تا تلاش کند ملاهای حاکم بر ایران را خفه کند. در اینجا بخشی از آنچه که او در پاسخ این تظاهرات گفته است را میشنوید. مریم رجوی میگوید مردم ایران خواستار سرنگونی دیکتاتوری مذهبی حاکم میباشند. این حق آنهاست تا این رژیم سرکوبگر را سرنگون کند و من تاکید میکنم تغییر رژیم در ایران در دسترس است. It is the right to topple this repressive regime, and I emphasize, regime change in Iran is within reach. اریکشان ادامه میده که اپوزیسیون معتقد است که اکنون همان زمان اصلی است که آنها میتوانند این تظاهرات را ادامه دهند تا به نوعی اصلاحات و آزادی به ایران برسد. The opposition coalesce, and is this that prime moment that they can continue some of these protests and potentially achieve some type of reform and freedom for Iran. تلویزیون اسکای نیوز هم به مواضع مقاومت ایران اشاره کرد و از جمله گفت تابوهایی که رژیم آخوندی برای مردم ایران گذاشته با سوزاندن عکس‌های خامنه‌ای در تظاهرات و شعار مرگ بر خامنه‌ای و سرنگونی این رژیم توسط مردم شکسته شد. سرکوب‌های رژیم مانع از آن نمی‌شود که تظاهرات جدیدی در تهران به راه بیفتد. دانشگاه‌های تهران شاهد تظاهرات دانشجویانی بود که علیه رژیم و فساد دولتی به پا خواستند و علیه علی خامنه‌ای و سران این رژیم شعار دادند. دانشجویان از مردم دعوت کردند تا در دیگر شهرهای ایران مردم به خیابان‌ها بیایند. اپوزیسیون ایران از شورای امنیت و اتحادیه اروپا، آمریکا و کلیه سازمان‌های حقوق بشری خواست تا جنایات رژیم را محکوم و مانع از سرکوب مردم شود. في هذه الأثناء قالت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي إن إطلاق عناصر الأمن في طهران الرصاص على المتظاهرين يعد جريمة كبرى ارتكبها المرشد، وطالبت رجوي الأمم المتحدة بالتدخل لوقف أعمال القتل في إيران وإدانتها. و اما رسانه‌های منطقه هم به پیام‌های مقاومت ایران برای جلب حمایت افکار عمومی جهان از قیام و انقلاب مردم ایران توجه ویژه‌ای نشون دادند. از شرق الاسد نوشت مریم رجوی گفت زمینه برای سرنگونی رژیم آخوندها بیش از هر زمانی آماده است و جهان صدای مردم قهرمان ایران را شنیده است و به حمایت از آن اقدام خواهد کرد. مریم رجوی از تظاهرکنندگان خواست قیام عادلانه خود را ادامه دهند و تاکید کرد که دیکتاتوری فاسد و روبه زوال آخوندها در مقابل اتحاد و همبستگی ملی و مقاومت و پایداری شکست خواهد خورد. ایوم الصابه چاپ مصر نوشت مریم رجوی رئیس جمهور شورای ملی مقاومت تاکید کرد قیام برای سرنگونی رژیم آخوندها ادامه خواهد داشت و خاطر نشان کرد عدالت و رفاه و دموکراسی و انتخابات آزاد فقط از این مسیر محقق خواهد گردید. صحیفة الوثائق از مصر نوشت پرزیدنت شورای ملی مقاومت به کشته شدگان و مجروحین قیام درود فرستاد و گفت آنها کسانی بودند که با شجاعت و شهامت کامل صفوف سپاه پاسداران را در هم شکستند. این خونها و رنجها فقط عزم و اصرار مردم ایران را افزایش خواهد داد. و روزنامه المواطن عربستان اینطور نوشته مریم رجوی گفت
خون کشته شدگان قیام ایران به هدر نمی رود و قیام تا سرنگونی رژیم آخوندها ادامه خواهد داشت. خب بینندگان عزیز، در انتهای این برنامه قیام ایران در آینه رسانه‌های جهان، با آرزوی پیروزی در رزمتون علیه آخوندها ازتون خداحافظی میکنیم. موفق و پیروز باشید.